دوستانی هستن از ایران لطف میکنن به عنوان ایمانداران به مسیح زنگ میزنن میگن در این شرایط موقعیت ما کجاست برای رأی به انتخابات. کلام خداوند اعلام میکنه که ایمانداران به مسیح بتوانند که احترام دولت‌ها را داشته باشند و هوشیار باشند که بر علیه اونا شورش نکنند. هموطنان عزیز، مشروط بر این که شما درک میکنید در هر کشوری، حتی ما توی آمریکا، دولتی که هست و باعث ظلم و ستم میشه و این دانش رو نداره و این عدالت و انصاف رو نداره، اگر از شما رأی میخواد شما نمیتونید برید رأی بدید. چرا که ما در نامه مکاشفه نیز میخوانیم که در روزهای آخر دجال بر روی پیشانی و مچ دست افراد رقم 666 رو میزنه و اگر کسی نزنه، که رقم 666 در اصل رقم شیطان هستش که تحت تسلط او باشه، اون شخص، کلام خدا میگه این کارو نباید بکنید و اونهایی که این کارو میکنن به خاطر خوراک و قدرت و مقام این کارو میکنن. پس اگر این گونه بود، اون قسمت کلام خدا باید دو، خب شما باید مطیع دولت‌های خودتون باشید. از این رو هست هموطن عزیز، اگر شما تصور بر این میکنید که این نظام نتوانسته بعد از 35-6 سال رضایت قلب شما رو، احساسات شما رو، اندیشه شما رو نیز ایجاد بکنه، لزومی نداره رأی بدید. به طور خاص ما که میبینیم که سال هاست که در کشور ما مردمی که دیگر باور هستن، اندیشه های دیگری داشتن، نیز چقدر تحت ظلم و ستم قرار گرفتن و چقدر ما اعدامی داشتیم، چقدر شکنجه داشتیم. اگر یک شخصی ذاتاً قاتل و جانی هست، نمیتونه بگه خب من با این دست راستم جنایت کردم، قتل کردم، حالا از این به بعد قول میدم با دست چپم دیگه جنایت و قتل نکنم. شما بیا دست به دست سمت چپ من برید. کل این نظام، کل این سیستم، متاسفانه سیستم و نظام دیکتاتوری هستش.